درود به شما مخاطبین عزیز با بخش خبرهای این ساعت در خدمت شما عزیزان هستیم جامعه مدرسین قوم محمود امجد را به دلیل انتقاد از خامنه ای و خوارش خواند پس از آنکه محمود امجد از روحانیون شناخته شده با انتشار ویدیویی رهبر جمهوری اسلامی را مسئول تمام خونهای ریخته شده بعد از 88 دانست و خواستار توبه کردن خامنه ای شد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم محمود امجد را نادان خوارج شبزده ولی نشناس و خودباخته و ساده نامید در بیانیه جامعه مدرسین که روز یکشنبه سیوم آذر منتشر شده تاکید شده است که خویشتنداری ها در مقابل لغزش های فراوان برخی از نفس های پاک به عنوان مجالی برای بازگشت او از این راه است مقام های جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که از روحانیون نزدیک و وفادار به علی خامنه محسوب می شوند پیش از این در توصیف حسین علی منتظری از صفاتی مانند سادلوه استفاده کردند. محمود امجد استاد اخلاق و عرفان حوزه و از شاگردان روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در روزهای اخیر با انتشار ویدیویی در اینستاگرام از علی خامنه رهبر جمهوری اسلامی خواست تا از استبداد رأی دست بردارد و توبه کند او با ذکر اینکه مملکت پر از جنایت است گفت علی خامنه ای مسئول همه کشدارها در ایران پس از اعتراضات سال 1388 تا امروز است و اینکه او باید از استبدادهای رأی خود بگذرد توبه کند و اجازه مشارکت مردم در حکومت و برگزاری انتخابات واقعی را بدهد محمود امجد در این پیام ویدیویی به رو بودن و اعدام روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز از سوی مقامات جمهوری اسلامی نیز انتقاد کرده و روح الله زم را مظلوم دانسته است حکومت جمهوری اسلامی روح الله زم را از جمله متهم به توهین به ماموران دولتی و تحریک مردم به اختشاشات کردند در واکنش به این انتقادات جامعه مدرسین حوزه علمی قوم نوشت که او در دفاع از یک مهره اصلی دشمن متخاصم و سرویس جاسوسی در جنگ اطلاعاتی و تروریستی رسانه ای تمام قد وارد میدان شده و چون خوارج برای ولی و امام جامعه خطو نشان می کشد. یک روز پیشتر روز شنبه نیز علیرضا عرافی مدیر حوزه های علمیه در بیانیه محمود امجد را متهم به دفاع از مجرمان و تهدید کنندگان امنیت ملی کرد و تهدید کرد که گستاخی او به خامنی از هیچ کس پذیرفته نیست و به قاطعانه ترین شکل محکوم و مطرود است به گزارش خبرگزاری مهر محمود محمدی عراقی رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی در قم هم به محمود امجد نامی نوشته و در آن به او گفته که وی با فرمان الهی و سنت الله مخالفت کرده و باید منتظر عذاب الهی باشد محمود امجد از روحانیون شناخته شده است که جلسات سخنانی وی در امامزاده صالح تهران برپا میشد و برای مدتی امام جمعه نهاوند و سپس نماینده روح الله خمینی در غرب ایران بود پس از حمله به کوی دانشگاه تهران و به ویژه پس از انتخابات 88 و سرکوب خونین معترضان دیدگاه انتقادی امجد محسوس شد. محمود امجد در سال 94 از رد صلاحیت شدگان مهم انتخابات خبرگان بود. در واکنش به ویدیوی روزهای اخیر امجد امام جمعه کرمانشاه و نمایندگان آن استان در مجلس خبرگان نیز با انتشار بیانیه ای او را معلوم الحال نامیدند. پیش از این در خبرها بود که روح الله زم با وعده دیدار با علی سیستانی مرجع تقلید در عراق یا نمایندگان دفتر او از محل اقامت خود به عراق آمده و در آنجا روبوده شده است محمود امجد در ویدیوی خود از علی سیستانی هم انتقاد کرده و گفته است که روح الله زم را به استناد بیت سیستانی به دام انداختند و از سکوت بیت سیستانی متعجب است در روزهای اخیر دفتر سیستانی در واکنش به انتقادها در خصوص سوء استفاده از نام این مرجع تقلید برای کشاندن روح الله زم به عراق اعلام کرد که مقامات ایران در پاسخ به پیگیری های دفتر او زمینه دخالت مرجعیت در امر محاکمه و مجازات او را منتفی دانستند. شب و چل حریس از رادیو و تلویزیون ایران بدون سانسور و بدون تحریف پخش شود بنده احساس می کنم جهت احقاق حق و جهاد اکبر در کشور مفیدتر خواهم بود جناب آقای خامنه ای بسم الله این گوی و این میدان شاهین مقدم آن شب در بیت رهبری تصمیم گرفتند هواپیما را بزنند شاهین مقدم که همسر و فرزندش از جان باختگان حمله موشکی سپاه پاسداران به پرواز 752 هستند میگوید یک شب قبل از سرنگونی هواپیما در بیت خامنه ای جلسه ای تشکیل می شود که فایل صوتی آن به دست وی رسیده در این جلسه تصمیم نهایی برای شلیک به هواپیمای اوکراینی گرفته می شود که تنها پروازی بود که اغلب ایرانی بودند و مسئولیتش از همه کمتر بود. آنها هواپیما را زدند که گردن آمریکا بیاندازند. اینها همه در آن فایل صوتی جلسه هست. وی میگوید فعلا قصدی برای انتشار عمومی این اسناد نیست ولی یک نسخه از فایل صوتی مستقیم در اختیار پلیس امنیت کانادا قرار گرفت و نسخه از آن به دادستان کانادا تحویل داده می شود. اقدام جمهوری اسلامی استفاده از سپر انسانی بود تا فاجعه را به گردن آمریکا بیاندازند شماری از خانواده های قربانیان در نشست با وزیر خارجه کانادا درخواست کردند این کشور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان های تروریستی قرار دهد روحانی شکر خدا که قهدی و صفای طولانی نداریم و همه چیز فراوان است حسن روحانی میگوید طرح تحول سلامت در دولت او به اندازه موفق بوده که برخی مردم از شوق ارزانی صورت حساب بیمارستانیشان جلوی بیمارستان گریه شوق می او افسوده با وجود جنگ اقتصادی خوب است که برای کالاها قهدی یا صفای طولانی نداریم و گرفته از سخرانی روحانی در آین بزرگ روز پرستار طرح تحول سلامت که شعار افزایش عدالت در دسترسی به خدمات درمانی را از جمله با گسترش بیمه درمانی به کسانی که بیمه نیستند دنبال میکرد از سال 1393 آغاز شد اما سه سال بعد از سوی دولت روحانی به شدت محدود و تقریبا کنار گذاشته شد جنگ تحمیلی اقتصادی است سه سال ما تو جنگ تحمیلی اقتصادی هستیم بار بسیار سنگینی بر دوش ما هست کدام کشور هست که در محاصره کامل باشه و بتونه زندگی مردم رو حالا به طور حد اقل حالا نمیگم حد اکثر حد اقل اداره بکنه که شما میبینید الان تو این کشور نه قهتی نه قلاس نه اینکه برای هر ماده غذایی صفهای طولانی باشه حتی ما در دوره کرونا هم که در بعضی از کشورهای پیشرفته هم روزهای اولیه صف طولانی بود کشور ما و الحمدلله نبود به حال حالا ممکن بود یکی دو روز سه روز ما مشکل داشته باشیم ولی بعد همه چی و به حمد به وفور در اختیار مردم بود یکی دیگر از سرکردگان جنایتکار سپاه تروریستی پاسداران به هلاکت رسید جنایتکار غلام علی ابو حمزه مشاور سرکرده بسیج ضد خلقی سرکرده سابق سپاه تروریستی سارالله کرمان سرکرده سابق سپاه تروریستی انصار الحسین همیدان سرکرده سابق سپاه تروریستی روح الله استان مرکزی و سرکردگی بسیج ضد خلقی استان کرمان بود که شب گذشته سقط شد این پاستار خالی خالیبند پیشتر برای روحیه دادن به عناصر وارفته سپاه تروریستی و وحوش بسیجی در یک تهدید توخالی خطاب به نیروهای آمریکایی گفته بود 35 نقطه از حیاتی تان در تیر رس ما قرار دارند قطعا و یقینا تقاز خواهید داد رسانه های حکومتی علت هلاک شدن این پاستار جنایتکار را ذکر نکردند دوستان شنونده به پایان این بخش خبری رسیدیم تا بخش بعدی خدا نگهدار